خبرنگار اعزامی خبرگزاری اخبار شیعه به شهر کوفه خبر داد که 19 ماه مبارک رمضان مسجد کوفه حال هوای دیگری داشت. وی در ادامه افزود هزاران هزار نفر از شیعیان و شیفتگان مولا الموحدین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در شب 19 ماه مبارک رمضان با حضور در مسجد کوفه محل ضربت خوردن فرق امیرالمومنین امام علی علیه السلام مراسم احیا را برگزار کردند. گفته می شود همچنین مراسم عزاداری شب ضربت خوردن مولای متقیان در مسجد کوفه برگزار شد و در این مراسم سید نصرت قشاقش خطیب عراقی به سخنرانی و روزه‌خوانی پرداخت. مقام های محلی در شهر وینچو در شرق چین از والدین دانش آموزانی که قصد ثبت نام فرزندانشان برای سال آینده تحصیلی در مدارس دارند خواستند تعهد نامه امضا کنند و در آن اقرار کنند که بی دین و ملحد هستند. گفته می شود امضای این تعهدنامه به منزله پایبندی به مقررات وضع شده در این زمینه است و در صورت عدم امضا دانش آموز به هیچ وجه در مدرسه ثبت نام نمی شود. به موجب این تعهدنامه دانش آموز و والدینش نباید پیرو دین خاصی باشند و نباید در هیچ گونه مراسم یا فعالیت دینی شرکت کنند. به هیچ وجه هم نباید برای دین خاصی تبلیغ کنند و فقط باید به حزب کمونیست چین اعتقاد و تعلق درونی داشته باشند. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند تحریک طالبان این کشور علاوه بر تشدید حملات دست کم 4 گروه جدید را در ساختار خود جذب کرده است. روزنامه داون در یادداشتی اظهار داشت تحریک طالبان پاکستان علاوه بر تشدید حملات خود با موفقیت گروه‌ها و فرماندهان ستیزجوی بیشتری را جذب کرده است. این در حالی است که اخیراً شورای امنیت ملی پاکستان در نشست پاکسازی تروریسم به ریاست شهباز شریف با عملیات همه جانبه علیه تروریسم در پاکستان به توافق رسیدند. گفتنی است تحریک طالبان پاکستان امسال موجی از حملات از جمله حمله انتحاری به مسجد شهر پیشاور را به راه انداخت که منجر به جان باختن بیش از 100 نفر شد. حجت الاسلام شیخ صلاح الحلفی عضو دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامز الله در نجف اشرف با هدف انجام فعالیت‌های تبلیغی در ماه مبارک رمضان 1444 به استان بصره عراق سفر کرد. وی طی این اقدام با جمعی از شخصیت‌های دینی و اجتماعی و فرهنگی ملاقات می‌کند و همچنین در مراسم‌های دینی و مذهبی مساجد و حسینی‌های شیعیان حاضر می‌شود. ایشان همچنین طی روزهای گذشته با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد فلک المالکی از نمایندگان مراجع اعزام تقلید در شهر بصره، حجت الاسلام سید ابراهیم آل نور از شخصیت‌های دینی و اجتماعی بصره، سرلشکر ابو مقداد المالکی و سرتیب جمیل المالکی دیدار و گفتگو کرد. دفتر مرجع عالی قد آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی دامز الله در شهر ماهاجانگا در کشور ماداگاسکار به جمعی از دانش آموزان شیعه در این شهر لباس هدیه کرد. این اقدام به مناسبت ایام میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام و در عمل به توصیه های مرجعیت دینی مبنی بر حمایت از نیازمندان صورت پذیرفت. محمد خطاب مهندس معمار عراقی تبار مقیم هلند پیشنهاد ساخت 3 دروازه عظیم در 3 نقطه ورودی شهر مقدس کربلا را داده است. گفته می شود او طرح اولیه این 3 دروازه را آماده کرده و در آن از انواع المان و نمادهای زیبا و جالب فرهنگی و تمدن اسلامی استفاده کرده که شکل خاصی را به آن داده است. به گفته این مهندس معمار در طراحی این 3 دروازه ویژگی های شهر مقدس کربلا و جایگاه این شهر برای مسلمانان جهان و به ویژه برای شیعیان مورد نظر قرار گرفته شده و هر کدام به شکلی بی نظیر طراحی شده است. یک دروازه در مسیر کربلا به بغداد که به بوابه بغداد معروف است نصب خواهد شد
اما دروازه دوم در مسیر نجف اشرف به شهر مقدس کربلا و دروازه سوم در مسیر شهر هله به شهر مقدس کربلا نصب می شود. رسانه های افغانستان اعلام کردند بیش از 200 افغانستانی شامل زنان و کودکان از زندان های پاکستان به کشورشان بازگشتند. در ادامه روند آزادسازی زندانیان افغانستانی از پاکستان، 208 زندانی دیگر از زندان های کراچی آزاد شدند و به افغانستان بازگشتند. گفتنیست هنوز 100 نفر افغانستانی دیگر در زندان های مختلف ایالت سند زندانی هستند. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت افغانستان در اطلاعیه‌ای اظهار داشت 208 زندانی افغانستانی از زندان‌های ایالت سند پاکستان آزاد شده و با هزینه خود به افغانستان بازگشتند. در پایان لازم به ذکر است شمار دقیق زندانیان افغانستان در زندان‌های پاکستان در دست نیست.